نشست علمی روزانه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه چهارم ربیول اول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله در این نشست علمی در رابطه ی دلیل انجام برخی از شاعر الهی مانند دهه محسنی و دهه محرم فرمودند در رابطه با هیچ کدام از این مناسبت مذهبی روایت خاصی وارد نشده است لذا در چنین مواردی باید به عمومات مراجعه کرد و همانگونه که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروع را استخراج کنید در چنین شرایطی این وظیفه ماست که مصادیق آن را پیدا کنیم معظم الله در ادامه فرمودند در هیچ روایتی دهی محرم به عنوان شاعر الهی ذکر نشده تنها یک مورد روایت از حضرت امام رضا نقل شده که فرمودند پدرم حضرت موسی بن جعفر وقتی که محرم میشد از روز اول محرم, محرم محزون میشد و خندان دیدان نمیشد تا روز آشورا که مصیبت عزمای آن حضرت بود اما در روایات برای روزه دهی محرم و اطعام مردم روایت نیامده است پس ما از کجا استفاده می کنیم که اینها تعظیم شاعر الهی است اینکه از نظر عرفی ده روز محرم با روزه برپا کردن و اطعام کردن مردم تجلیل شده است لذا از آنجا که روزهای منتهی به شهادت تجلیل و گرامی داشته شده این شعائر محسوب می شود ایشان در ادامه فرمودند برای زنجیر زنی ها، سینه ها و بسیاری از انواع ازاداری ها در روایات چیزی وارد نشده است اما حتما این گونه ازاداری ها از شاعر محسوب می شود چرا که موضوعات این چنینی از عرف گرفته می شود و حکم شاعر الهی برای آنها مصداق پیدا می کند لذا لازم نیست برخی از رسوم و آزاداری ها در گذشته وجود داشته باشد و اگر حتی اگر از امروز چیز جدیدی درست شود و تعظیم و تجلیل اهل بیت نزد عرف محسوب شود تعظیم شاعر الهی خواهد بود با هم فرمایشات آیت الله العظمایی شیرازی را ببینیم و بشنویم ما هستیم و کلمه شعائر چون خب برای مصابل برای موسی جعفر علیه السلام دهه بگیرن چه چه, اول... او... چه خصوصیتی داره وقتی که برای حضرت محسن که تو کامل زیارت ببینید روایت چه چیزی داره برای حضرت محسن که هیچ جای روایات نداره برای حضرت محسن خدای عزوجل اینقدر تجلیل قرار داده شده قبل از حضرت محسن هزارها سال چقدر ظلم تو دنیا شده تو روایت داره تو کامل زیارت ببینید روز قیامت که میشه اول ظلمی که خدای عز و رسیدگی بش میکنه قصه حضرت محسن اول ظلم خدای قبل حضرت محسن هزارها سال میلیون ظلم شده اونا را عقب میندازه اول معلومه اهمیت داره به نظر خدا با اشکال میشه شعائر سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله رازی به این شرح بود منصرف بودن تمام مطلقات به مصادیق متعارفه مگر با دلیل وجوب سجده در آیه سجده حتی اگر از رادیو و مانند آن شنیده شود مسائلی در مورد ماهیت جن، احکام سوغ، ید و عرض مسلمانان احکام شرعی مربوط به استخاره، حکم هبه معوزه، حکم نیابت در نماز، روزه و حج در زمان حیات، ذکر وارد شده در سجود و رکوع و شرح آیه 142 یه سوره بقره از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله رازی شیرازی به آنها اشاره و یا پاسخ داده شد لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده و پانزده دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس 120 تا 73 بیننده این نشست علمی باشید.